الرحیم کلمه از حضرت امیر علیه الصلاة والسلام کان لی اخ فی الله عظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. از کلمات قصار حضرت. حضرت امیر علیه الصلاة والسلام حالا قطعا نظر از اعتقاد ما شیعه ها به این که امامنو از جانب خدا منصوب هستن، اما اگر یه افرادی همچه اعتقادی نداشته باشن، یه فردی بودن فوق العاده پخته، حضرت از کلماتشون، کلمات قصار حضرت، خطب حضرت امیر، کتابهای حضرت امیر، کتاب یعنی کاغذهایی که واسه این و اون می نوشتن، با اینکه خب بعد از حضرت امیر خیلی معاویه و جماعتش فعالیت کردن که این حرفها از بین بره، با وجود این خیلیش باقی مونده. ولو خیلیش که ما میگیم مرادمون اون قدریه که در دست ماست، و الا مقتضای قاعده اینه فوق العاده زیادتر از اینا بوده. اون وقت اینا یه خطابهایی هست و خطبه‌هایی، خطبه متعارفش اون وقتی است که کسی می‌ایسته و صحبتی می‌کنه، اینه بهش میگن خطبه. یه وقت نه، انسان یه کلمه قصیره میگه، حالا یا رو منبر یا ایستاده یا نشسته، اینه بهش میگن کلمات قصار، یعنی کلمه‌های کوتاه. یه وقت هم هست انسان کاغذ واسه یک کسی می نویسه. یه جماعتی از علمای ما و غیر ما کلمات حضرت امیر را جمع کردن، وقتی این کلمه های قصیر و قصیره خیلی پخته است، یعنی کلماتیه که عمیق در زندگانیه. یه فردی باید این کلمات بگه، یا پیغمبر و امام باشه یا یه فرد خیلی ناضج و پخته باشه در زندگانی که بتونه اینجوری صحبت بکنه، یعنی جمع و جور کنه یه مطالبی را در یه دونه کلمه که آدم هم زود حفظش میشه، هم در حیات و زندگانیش مدخلیت مستمر داره. این کلمه اینه، این یه کلمه قصیریه. کان لی اخ فی الله، حضرت امیر می فرمان من یه برادری داشتم که برادریش در راه خدا بود. آخه گاهی وقتا انسان برادر نسبی داره از پدر و مادر، گاهی وقتا برادر در راه دنیا داره. دو تا بقالی ما شریک هستیم در بقالی، فرض کنید حالا اینم اخوی من میشه، اما اخوی من میشه در بقالی. گاهی وقتا هم اخ قبیله‌ای داریم ما، و الى عاد اخاهم هودا، هود پیغمبره، عاد یه قبیله کافری بودن، خدا می فرماد ما فرستادیم به عاد، قوم عاد کافر، برادرشون هود را. این برادر قبیله ایشون، اینم یه قسم برادره. یه قسمم برادر، برادر ایمانیه، یعنی در ایمان چون ما با هم شریکیم، انما المؤمنون اخوه، ما برادر هست. حضرت می فرمان کان لی اخ فی الله، من یه برادری داشتم که برادری من با او در راه خدا بود. عظمه فی عینی، این برادر عظیم بود در چشم من، خیلی بزرگ بود. چرا؟ صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در چشم این آدم خیلی کوچک بود. این که دنیا در چشم این آدم خیلی کوچک بود، همین سبب این شده بود که در چشم من این خیلی بزرگ بشه، واسه دنیا قیمت قائل نبود. انسان وقتی بشینه درست فکر بکنه، دنیا هیچ قیمت نداره، خوبیش و بدیش و آقاییش و غیر آقاییش و زندانش و پادشاهیش و همه چیزاش بی قیمت. یک دستگاه غرور دنیا، اصلا مثل دستگاه، مثل چشم‌بندی و مثل سحر دنیا اصلا.
توی روایت هم داره که این مثل سحر هاروت و ماروت دنیا، در یک قصه‌ای که در قرآن ذکر شده، آمده بودن به مردم یاد بدن ابطال سحر را، که سحر و ابطال سحر چجوریه با یه تفصیل. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. دنیا اینجوریه، اگر انسان اینه فهمید، این آدم بزرگ، مثل که اگر ما فهمیدیم که این ماشینی که دست این بچه هست داره بازی میکنه، این توپی که بچه باهاش داره بازی میکنه، این عروسکی که بچه باهاش داره بازی میکنه، چطور این هیچ پیش ما قیمت نداره؟ اما دست این بچه های قیمت خیلی بزرگی داره. اینه که ازش بگیرید گریه میکنه، خودش میزنه، ممکنه انقدر داد بزنه که گلوش درد بگیره، اما بزرگا میخندن به عقلش، چون میبینن این یه چیزی بوده بی قیمت کاملا و این بچه نمیفهمه و از نفهمیشه که اینجوری رو این عروسکه یا رو این ماشین کوچیکه یا روی این توپه اینجوری بهش علاقه پیدا کرده و محبت داره و اینجور چیزاست. یه آیات زیادی در قرآن هست که همش اطراف همین موضوعه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه از چیزی که گیرتون میاد خوشحال بشید، نه از چیزی که از دستتون میره قصه بخورید. آیه اینه میگه، چون قیمتی نداره. حالا فرض کنید منم یه پولداری بودم، پولام خلاص شد، حالا چی شد؟ مثلا 4 روز دیگه که ما بیشتر تو دنیا نیستیم. فرض کنید یک آدم منصبداری بودیم، از منصب اون ساقط شدیم، قصه نداره. فرض کنید این که پول نداشتیم، یه پول زیادی گیرمون اومد، این خوشحالی نداره، چون چیزهای عاریه است. یعنی همون پولش و عزتش و همه ایناش هم مثل همون دستگاه بچه هست، همون چارچوبه، این بزرگش و اون کوچیکش، فرقش اینه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، چیزی که از دستتون رفت غصه واسش نخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم، هرچی هم گیرتون آمد خوشحال نشید بهش، نه خوشحالی داره نه قصه داره. سرش همینه که دنیا یه واقعیت دروغیه، اصلا خدا هم خواسته همینجور باشه دنیا، یعنی یک خیال باشه، یه سراب باشه، یه بیواقعیتی باشه که آدم ها ببینه کی دل میبنده این قابل بهش نیست، کی دل نمیبنده این قابل بهشته. اول و اخیر دنیا هم همینه. لذا خدا اسمای مختلف تو قرآن واسش اسم گذاشته، اشارات مختلف کرده، صحبتهای مختلف فرموده که انسان گول این دستگاه نخوره، بازی نخوره، نه بازیه دیگه. خدا تو قرآن میفرماد که حیات دنیا لهو و لعب، همه دنیا ها. خیلی مهمه این حالت تو عمق آدم پیدا بشه. خیلی آسونه، من الان دارم این حرفا رو میزنم، شما هم دارید آقایون این حرفا رو میشنفید، اما واقعا این حرف در عمقمون پیدا شده؟ واقعا دنیا رو یه توپ میدونیم و یه ماشین بچگانه میدونیم و یه عروسک میدونیم؟ این واقعیت، این مهمه، و اینجور آدم ها هستن که این واقعیت تو قلبشون نفوذ کرده و ریشه پیدا کرده. این آدم ها هستن که واقعا سعادتمندن در دنیا و در آخرت. در دنیاشون سعادتمند هستن، چون قیمتی نداره این چیزا پیش. امروز نهارش کم یا زیاد بود، منصبش کم یا زیاد بود، پولش کم یا زیاد بود، اینو قیمت نداره پیشش، اصلا قصه نمیخوره. اون وقتی هم که گیرش میاد خوشحال نمیشه، دیوانه نمیشه، بزن بکش نمیشه. آخه همین دو طرفش تأثیرم داره، یعنی اینجوری نیست که خود شما فقط سعادتمند بشید. آدمی که خودش شقی شد مردم هم شقی میکنه، آدمی که خودش سعادتمند شد مردم هم سعادتمند میکنه. حکم آدم سعید حکم چراغ، هم به خودش روشنی میده هم به اطرافش. اتفاقا روایت هم داره که چراغ هم اینها، اولئک مصابیح الهدى، اینا چراغا هست. کما اینکه چیز متعفن هم خودش متعفن هم اطرافش رو متعفن میکنه، دود هم داخلش تاریکه هم هر جا میره تاریکی میده، این طبیعت دوده. این حالت باید در ما پیدا بشه و الا نفسامون مریضه. بدن آدم صحت داره و مرض داره، روح آدم هم صحت و مرض داره.
یعنی همین جوری که یه دونه آدمی که سرطان گرفته این ناخوشه و مریضه و مردنیه، یه آدم حسود، یک آدم محب دنیا، یه دونه آدم منافق، یه دونه آدم فرض بفرمایید این که دروغگو، اینم یه قسم مرضیه و اون مرض بدتر از این مرضه. چون آدم سرطان گرفت بعد از یه سال دو سال شیش ماه مرد، چیزی نمیشه دیگه. اما یه دونه آدمی که سرطان روحی گرفته و یه معاویه درست شده یا یه دونه ابو هریره درست شده، این هزارها آدم سرطانی میکنه، هزارها آدم ابو هریره گونه میکنه. یعنی مرضی سرایت کن، مرض خودش تنها نیستی. حالا معاویه خودش تنها ناخوش بود، یا ابو هریره خودش تنها ناخوش بود، یا ابو جهل خودش تنها ناخوش بود، یا ابو سفیان خودش تنها ناخوش بود. اگه تنها بود من مسئله نبود موضوع. اینا یه دنیا را کثیف کردن. حالا اونا یه مصداق ظاهر هستن، ما می مصادیق هستیم که آیا ما ابو ذرگونه هستیم واقعا، مالک اشترگونه هستیم، یا شریح قاضی گونه هستیم. این باید حساب بشه و هر کسی باید خودش حسابش بکنه. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. من شما رو نمیتونم حساب بکنم چون نمیدونم اعماق نفستون چیه. کما اینکه شما منو نمیتونید حساب بکنید، نمیدونید اعماق نفس من چیه. هر کسی خودش میدونه من چقدر دوست میدارم دنیا را، من چقدر به دنیا محبت دارم، من چقدر کم و زیاد میکنم. تمام این جرائمی که از ریگان گرفته میکنه این جرائم را تا در جنف، اینا تمام مال همین جهت، مال این است که نفسشون خراب شد و خرابی را به غیرم میگه. دنیا در نظرش عظمت داره. ریگان و بر جنف ولش بکنید، بیاد تا قم برسید. قم آقایون وایسادن تو صف، میخوان اینا برن تو ماشین، ما هم آمدیم آخر صف ایستادیم. یه خورده زرنگی میکنم، یه خورده میرم جلو که یه خورده زودتر به ماشین برسم. مگه آقا این که قبل از منه کار نداشته؟ اونم کار داره مثل من دیگه، اون فقط من یه خورده زرنگتر هست. روایت داره حضرت امیر وقتی از دکان چیز میخریدن، از یک دکانای چیز میخریدن که نشناسنشون، اگر میشناخت حضرت امیر رو نمیخریدن ازش. اومدن در یه دکانی لباس بخرن، قال نعم یا امیر المؤمنین. حضرت فرمودن اما من کف لا اشتری، چون شناختیم نمیخرم از تو. یعنی نمیخوام قد امیر المؤمنینی از پول جنس کم بکنی. این خاص ریگان و برجنف و صدام نیست موضوع. میاد تا قم میرسه، تا منزل من و شما میرسه. کلا برداری، دروغ گفتن، شطارت کردن، زرنگی بی مورد، حق مردم را خوردن، فضل فروشی دروغ، پول مردم را نفله کردن، اینا تمام همون یه دونه مطلبه. همش از همینجا سرچشمه میگیره. ما واقعا ببینیم اینجوری هستیم یا نه، یا حرفای بالای منبر میزنیم و یا حرفای پایین منبر میزنیم و یا حرفای میشنفیم و باز همون راه برجنفه هستیم. فقط برجنفه قدرتش رسیده 100,000 لشکر تو افغان میریزه آدم میکشه. ریگان قدرتش رسیده چقدر پول میده به عراق که آدم بکشه. من قدرتم نرسیده، به دلیلی که وقتی منم قدرتم برسه همون کارا رو میکنم، منم بچه همون کارا رو دارم میکنم. این دعای صحیحه را انشاءالله همه تون بخوانید. یکیش دعای مکارم الاخلاق. واقعا شما نگاه کنید امام زین العابدین داشتن چی میگفتن اصلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون اول و آخرش یه صلوات میفرستن امام زین العابدین با یه تفصیلی که حالا کار نداریم به این تفصیل ها. سددنی لان اعارض من غشنی به نصح. میگن خدایا اگر کسی من غش میکنه، کلا سرم میذاره، موفق کن منو که حتی مقابله به مثلش نکنم، من نصیحتش بکنم. آمد از من برنج خرید، برنج به ما فروخ، برنج غشدار. ما چای داریم، چای غشدار بهش نفروشیم. سددنی لان اعارض من غشنی به نصح. اون منو گول میزنه، من گولش نزنم. مقابله به مثل جایزه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم.
کسی که به شما اعتدا میکنه شما به مثل اون جایز کار بکنید. بعد خدا حتی در قتل میفرماد و ان تعفو اقرب للتقوا، یعنی حتی اگر آمد پسر من رو کشت شما دستتون رسید بکشیدش، خدا میگه میخوای اقرب به تقوا باشی نکشش. و لهذا علما در تفسیر این دوتا آیه که آیه قصاصی که آیه ان تعفو میگن آیه ان تعفو اصل آیه قصاص استثناست. دو تا آیه از تو قرآن هر دوش هم در قتله، یعنی باید انسان یه جوری خودش تربیت کنه. کسی که من خوبی کرد که خوبی کرده، واضحه باید بهش خوبی کنم. کسی که به من بدیم کرد من بهش خوبی بکنم. حضرت صادق فرمودن خیر را بکن از برای اهل و نااهل، از برای اهل که اهل خیره، از برای نااهلم تو اهل خیری. امام حسین چیکار کردن تو کربلا؟ آب دادن به اینایی که اومدن بعد امام حسین رو کشتن. همینا بودن دیگه، اصحاب حر هممون میدونید. این قصه ها را منبریان میگن مثل روزه و مردم گریه میکنن. نه، این قصه ها تربیته. هزار تا آدم اومدن زن و بچهش ترسوندن، محاصرش کردن، به استثنای حرشون که آدم خوبی شد، بعد بقیه جزء لشکر عمر سعد موندن تا آخر. باز امام حسین آبشون دادن اینا رو، با اینکه میدونستن اینا کیان. اینا معنای صفات انبیا، معنای اینکه پیغمبر فرمودن جئت لأتمم مکارم الاخلاق، معنیش ایناست. یکی کسی من سلام کرد منم سلامش کنم، میگه هنری نیست. یکی کسی من تو مجلس پا شد منم واسش پا میشم، میگه هنری نیست. یک کسی واسه شما سلام نکرد شما سلامش کنید، این هنره. واسه شما پا نشد واسش پاشید، این هنره. سددنی لان اعارض من غشنی بالنصح و اجزی من حجرنی بالبر. نیامد خانه من، حجرنی هم نیامد خانه. عروسیمون حاضر نشد، عزامون حاضر نشد، از مکه آمدیم نیامد منزلمون. امام زین العابدین میگن خدایا من توفیق بده من عکسش بکنم. روزه داره برم روزش، از مکه آمد برم دیدنش، پسرش عروسی میکنه برم بهش تهنیت بدم. اللهم سددنی لان اعارض من غشنی بالنص و اجزی من حجرنی بالبر و اثیب من حرمنی بالبذل. نداد به من پول، تقسیم کرد به من نداد، من پول تقسیم میکنم بهش بدم. گوشت گوسفند کش تقسیم کرد خونه من نفرستاد، همسایه‌شم بودم، من گوسفند کشتم تقسیم کنم خونه این بفرستم. و اثیب من حرمنی بالبذل، اون من محروم کرده من بذل بهش بکنم. اینا از بهش اخلاق امام زین العابدین. اینا امام زین العابدین درست کنه، اینا شاگرد امام زین العابدین درست کنه. و اخالف من اغتابنی الی حسن الذکر. یک کسی پشت سر شما گفت به چه آقای خوبی هستی، شما هم طبیعی میگید به چه آقای خوبیه. یک کسی پشت سر شما گفت چه آدم بدیه، بعد اومدن به شما گفتن، بگید نه انصافش اینه که این درس درست میخونه، یه صفت خوبی که داره این آدمه. امام زین العابدین میگن خدا یه جوری توفیق به من بده که کسی که مرا غیبت میکنه من به عکس صفات خوب او را بگم. و اخالف من اغتابنی الی حسن الذکر. اصلا صحیفه سجادیه چطور شده اینقدر مونده؟ سرش همین، چه یک معانی انسانی رفیع مهم پاکیزه‌ایه که یک وقتی اگر خورشیدم از بین بره اینا نمیره از بین، اینا یه واقعیاتیه. اینا معناش اینه که نفس ماها مریض نیست، معناش اینه که نفسمون صحیحه، معناش اینه تو جاده پیغمبر و امام افتادیم. جاده پیغمبر و امام هم همین بوده دیگه، جاده طهارت، جاده نظافت، جاده کوچیک بودن دنیا. چون آخه تمام این چیزا از دنیا، اون خونه من نیامد منم نمیرم خونش، این اسمش دنیاست. اون به من پول نداد منم بهش پول نمیدم، اون تو مجلس مرا احترام نکرد منم احترامش نمی کنم، اون مرا قطع رحم کرد منم قطع رحمش می کنم. و یکی از فقرات همین جمله های امام زین العابدین اینه که و ان اخالف من قطعنی بالصله، اون قطع رحم کرد من صله رحم باش میکنم. حالا واقعا ما گونه هستیم؟ اینو حساب میکنیم خودمون در اخلاقمون، در اعمالمون، در اجتماعیاتمون، در بیقیمتی دنیا در نظرمون.
عرض کردم این کلاهبرداری ها، این شطارت ها، این انانیت ها، این منیت ها، این غرور ها، این فضل فروشی ها، این تکبر ها، اینا تمام صغر انسانه، انسان کوچیکش میکنه. کان لی اخون فی الله عظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. اگر راستی میخوایم در چشم حضرت امیر و پیغمبر عظیم بشیم، دنیا در چشممون کوچیک بشه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.